سلام، شنبه شب شما بخیر. به روی خط 11 تیر ماه 1390 خوش آمدید. سارا دهخان هستم، میزبان شما در برنامه امشب که اختصاص داره به موضوعی که برای خیلی از شما اهمیت زیادی داره. کنکور، آزمون سرنوشت ساز ورود به دانشگاه که تنها خاطره‌ای که ازش به جا میمونه روزها و ماهای پر استرس و شبهای بیخوابی است. همونطور که میدونید چند سالی صحبت از حذف کنکور میشه و قرار بود امسال اصلا کنکوری وجود نداشته باشه. البته طرح حذف کنکور با اینکه برای بعضیا خبر خیلی خوبیه، برای بعضی دیگه ناعادلانه تر از خود کنکوره. امشب میخوایم نظر شما رو در مورد خوبی‌ها و بدی‌های کنکور بپرسیم. اگه فکر میکنید برگزاری چنین آزمونی عادلانه است، به ما بگویید چرا صحبت از حذف اون میشه. و اگه با طرح حذف کنکور موافقید، روی خط بیاین و بگویید چه جایگزینی براش پیشنهاد میکنید. در ضمن، اگه این یکی دو روز کنکور دادید، حتما سعی کنید روی خط بیاین و تجربتون رو با ما و دیگران قسمت کنید. راه‌های تماس با ما رو که میدونید، ایمیل، وبلاگ و فیسبوک برنامه که آدرس‌هاشون رو روی صفحه دیدید و همینطور تلفن روی خط با این شماره. اگر می خواهید روی خط باشید، با شماره تلفن 202 692 4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. بله، اشاره کردم به طرح حذف کنکور و اینکه قرار بود در سال 90 به اجرا در بیاد. یک گزارش کوتاه داریم در مورد چالش‌های اجرای این طرح و دلایلی که حذف کنکور به تأخیر افتاد. این گزارش رو با هم می‌بینیم و بعد برمیگردیم برای ادامه بحث با شما. کنکور، آزمونی که نامش برای بسیاری از کسانی که آن را تجربه کرده‌اند و یا قرار است تجربه کنند، با دلهره و تشویش همراه است. متقاضیان ورود به دانشگاه از یک سال قبل از برگزاری آزمون سراسری تفریحات خود را به حد اقل می رسانند و ساعتهای متمادی را صرف درس خواندن و رفتن به کلاس‌های تقویتی می کنند. سرنوشت بسیاری از جوانان ایرانی طی 4 ساعت پر استرس رقم می خورد. برخی از سد این آزمون عبور می کنند و برخی دیگر چندین سال از عمرشان را پشت سد کنکور از دست می دهند. به همین دلیل هر گونه تغییر در قوانین جاری و شرایط برگزاری این آزمون از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و با واکنش‌های متفاوتی از سوی داوطلبان و خانواده‌های آنها روبرو می‌شود. در این میان تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم طرح حذف کنکور را در دستور کار خود قرار دادند. در آذر ماه سال 86 طرح حذف کنکور به تصویب نهایی مجلس رسید و قرار شد تا سال 1390 کابوس کنکور به پایان برسد و پذیرش دانشجویان بر اساس سوابق تحصیلی آنها انجام شود. اما حدود یک سال بعد وزیر آموزش و پرورش از تجدید نظر مجلس در طرح حذف کنکور خبر داد. هرچند رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این اظهارات را رد کرد و گفت وزیر آموزش و پرورش به دلیل آشفتگی‌های زیادی که در وزارتخانه وی وجود دارد این قانون را قبول ندارد. اختلاف دولت و مجلس بر سر حذف کنکور همچنان ادامه پیدا کرد و سرانجام با رسیدن زمان موعود برای حذف کنکور رئیس سازمان سنجش اعلام کرد که با آنکه از سوی مجلس بودجه‌ای در اختیار وزارتخانه آموزش و پرورش قرار گرفته تا خود را برای حذف کنکور سال 90 آماده کند، با این حال برای اجرای شدن این قانون زمان لازم است و این کار با تأخیر اجرا خواهد شد. رئیس کمیسیون آموزش مجلس تأخیر در ابلاغ قانون را ناهماهنگی وزارتخانه‌های مرتبط و تغییر وزیر آموزش و پرورش را از دلایل این تأخیر دانست و وزیر علوم یکی از مشکلات عمده برای اجرای این طرح را عدم وجود امتحانات استاندارد ملی در سال دوم دبیرستان و پیش دانشگاهی دانست.
سرانجام در خرداد ماه سال 1390 چالش‌های حذف کنکور در سال 92 در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و مسائلی از قبیل تأثیر 25% معدل امتحانات نهایی در ورود به دانشگاه به عنوان مقدماتی برای اجرای این طرح مطرح شد. در همین حال رئیس سازمان سنجش در آستانه برگزاری کنکور 1390 اعلام کرد که امسال ظرفیت پذیرش دانشجو در آزمون سراسری نسبت به سال قبل نزدیک به 60,000 نفر افزایش یافته و برای هر دو داوطلب 3 صندلی خالی در دانشگاه وجود دارد. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. بله، در اینجا روزیتا در استودیوس با نظرات شما. سلام روزیتا. سلام سارا، هم سلام به تو میکنم هم به بیننده های عزیز. سارا، نظرات مختلفی در درباره کنکور و اصلا اینکه با حذف اون موافق یا مخالف هستین ما دریافت کردیم. مثلا روزان از کردستان موافق برگزاری کنکوره و میگه من دانشجوی دوره فوق لیسانس هستم و با ذات کنکور موافقم چون اون رو عادلانه تر میبینم، ولی متاسفانه در ایران در نظر گرفتن سهمیه های ناعادلانه و به اسامی مختلف و جدیداً در نظر گرفتن سهمیه معدل کنکور داره با شتاب بیشتری از عدالت فاصله میگیره. ولی بیننده دیگه‌ای که نظر مخالف روزان داره میگه کنکور هیچ وقت عادلانه نبوده. اگر بود من الان یه کارمند ساده نبودم که از کنار کنسرو ماهی میگذره، یکی رو بلند میکنه، روشو میخونه و میگه نه گرونه. اگه بود حامد شاگرد اول ریاضی فیزیک الان مغازه‌دار نبود، چرا که هر وقت سر جلسه میرفت استرس میگرفت و خون دماغ میشد. و نظر بعدیمون هم از هوجبر از استرالیاست که از طریق ایمیل ما دریافت کردیم و میگه کنکور کاملا اشتباهه. اینا این کار رو هم میکنن که دست خودشون رو بازتر کنن برای اینکه آدمای خودی رو بیشتر وارد دانشگاه کنن. و حجاب در ادامه میده اگرچه در حال حاضر و با این سیستم فعلی هم بی‌عدالتی ها و هم پارتی بازی ها فراوونه. و سری میزنیم به فیسبوک برنامه‌مون. همینطور توی فیسبوک برنامه از بیننده هامون خواستیم تا از تجربیاتشون در مورد کنکور بگن. مهیار گفته که دلش از کنکور خونه و نوشته کنکور جلوی شکوفا شدن استعدادهای خیلی ها رو میگیره. مهیار معتقد اون دسته‌ای که با دقت و نبوغ جزئیات رو بیشتر از محیط اطرافشون حس می‌کنن و دقیقاً به همین دلیل از سرعت انتقال و اعتماد به نفسی بالایی برخوردار نیستن، کسایی هستن که از کنکور ضرر می‌بینن. نظر بعدی از علی که علی معتقد البته سال یک بار سال 87 کنکور داده و نوشته راستش کنکور یک مسابقه زمانه، یک مسابقه برای نبوغ در تست زدن. من اشخاصی رو میشناسم که بار علمی بالایی دارن ولی چون نبوغ تست زدن و مدیریت دقیق زمان رو ندارن نتیجه دلخواه رو نگرفتن. و آخرین نظری رو که در این بخش میخوام براتون بخونم از بیننده‌ای به نام زینبه که معتقده با توجه به نظام آموزشی که بر اساس نمره است و نه بر اساس توانایی های دانش آموز و اینکه در کشور ما به راحتی میشه نمره قبولی اونم از نوع خوبش رو به یک نفر که توانایی کمی داره داد، باید کنکور وجود داشته باشه. البته زینب معتقده کنکور رو هم به راحتی یه عده میتونن بخرن. این خانه از بنیان خرابه. زینب میگه من الانم که دانشجوی ارشد هستم دارم چوب این تبعیض رو میخورم. مثلا همین دیروز نمره یکی از درسام که 20 میشد 17 شدم و کسی که برگه سفید داده بود 18 شد. این یه نمونه از نظام آموزشی کشور ماست و این به معنی شایسته سالاریه. مرسی روزیتا. پس برمیگردیم با تو، نظرهای خیلی متفاوتی گرفتیم و بالاخره همه دلشون خونه از کنکور. برمیگردیم با تو، خیلی ممنون. و اما امشب همراه با دکتر سعید پیوندی استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس کارشناس مسائل آموزشی هستیم تا در مورد نکات مثبت و منفی کنکور و حذف اون صحبت کنیم. آقای پیوندی با سلام به شما، خیلی خوش آمدید به روی خط. منم به شما و بینندگان شما سلام میگم. آقای پیوندی اجازه بدید اینطوری شروع بکنیم گفتگو رو که اصولاً بهترین و عادلانه ترین الگوی آزمون ورود به دانشگاه در جهان چی هست که بعد اونو مقایسه بکنیم با کنکور و از بدیهای کنکور بگه. مشکلی که به هر حال ما در ایران به خصوص باهاش سر و کار داریم عدم توازن بین عرضه و تقاضاست.
یعنی اگه کنکوری در 40 چند سال پیش به وجود اومد و به این ترتیب در زندگی آموزشی ایران و در زندگی نسل‌های مختلف جوان ها تبدیل به مسئله خیلی اساسی شد، این به این دلیل نبود که ما حق انتخاب داشتیم. عملا وقتی که تعداد داوطلبان ما 10 برابر ظرفیت دانشگاه های ما بودن، چاره ای نبود که ما یه آزمونی برگزار بکنیم و از طریق این آزمون بذاریم که انتخاب بشن اون 10% که بخت ورود به دانشگاه را داشتن. بنابراین من فکر نمی کنم که در مورد اینکه یک نوعی از آزمون می باید وجود داشته باشه کسی تردید داشته باشه. متأ آیا این نوع کنکور بهترین شکله، در این مورد میشه بحث کرد. به نظر من اشکال دیگه‌ای که وجود دارن به هر حال در کشورهای دیگه یا در نظر گرفتن نمرات دبیرستانی هستن یا یه سری امتحاناتی که در طول دوره دبیرستانی برگزار میشه و تست‌هایی که میذارن بچه‌ها برای ورود به دانشگاه پیش از اینکه وارد دانشگاه بشن، یا اینی که از طریق مصاحبه و در حقیقت ارزشیابی انگیزه ها و طرح‌های دانشجو است برای رفتن به رشته. بنابراین کنکوری که در ایران وجود داره، درسته که در حقیقت یه روش زیاد درستی نبوده، ولی همزمان هم بین روش هایی که وجود داشته ما انتخاب زیادی هم متاسفانه در سالهای گذشته نداریم. اگر الان بحث حذف کنکور به وجود اومده، نه اینی که ما روش بهتری پیدا کردیم، بلکه یه اتفاق ساده جمعیتی افتاده. تعداد داوطلبان کنکور در طول 8-10 سال گذشته حدود 45% کم شده، ظرفیت دانشگاه حدود 3 برابر اضافه شده. همین تغییر مهم باعث شده که ما امروز دیگه مسئله کنکور به شکل گذشتهش به هیچ وجه وجود نداشته باشه. اما اگه بخوایم به نکات منفی کنکور بپردازیم، به نظر من کنکور 4 تا مشکل اساسی برای جامعه ما ایجاد میکرد. مسئله اول این بود که اساساً کنکور با شکلی که برگزار میشد یه نوع رقابت عادلانه بین همه نبود. بعضی از اون بینندگان شما هم گفته بودن، یعنی کسایی که میتونستن برن کلاس کنکور خودشون آماده بکنن برای تست دادن و برای این امتحانات، اونا بخت بالاتری داشتن و بچه‌هایی که امکاناتشون اجازه میداد که همچین کاری بکنن بخت کمتری داشتن. دوم اینه که در واقع تست دادن در یک روز فقط هیچ آزمون مناسبی برای سنجش توانایی علمی یه نفر نیست. یعنی هیچ آزمونی در دنیا یک بار یک روز صبح نمیتونه بگه که یه نفر چقدر توانایی داره، و این از این نظر از نظر آموزشی و علمی کاملا روش نادرستی بود. سوم این که اساساً کنکور باعث میشد که هر کی داره یه رتبه بشه و بر اساس این رتبه مجبور بشه انتخاب رشته بکنه. در واقع خیلی از بچه‌ها در رشته‌هایی که می‌خواستن و علاقه داشتن نمی‌رفتن، بلکه به اون رشته‌های مجبور بودن برن که رتبه‌شون اجازه میداد. آخرین مشکل هم اینه که اساساً وجود کنکور باعث شده بود که ما یه نظام آموزشی داشته باشیم که همه چیزش به طرف کنکور سوق پیدا بکنه. یعنی بچه‌ها از سنین خیلی کم تنها فکر و ذکرشون به کنکور بود و همین باعث می‌شد که یادگیری به صورت یه وسیله در بیاد فقط برای قبول شدن در کنکور و نه یادگیری علمی و یادگیری باز و پرسشگرانه. این مشکلاتی بود که کنکور در این سال 30-40 سال گذشته به نظام آموزش ایران تحمیل کرد. آقای پیوندی اجازه بدید که صحبت‌های احسان رو از کانادا روی خط هست بشنویم در این بخش از برنامه. با سلام بر شما آقای احسان. سلام. بفرمایید نظر شما راجع به کنکور چیه؟ شما تجربه‌ای داشتید از کنکور در ایران؟ بله، من خودم ایران کنکور دادم. اگه من میخوام نظرمو ته موافقم یا مخالفم بگم، قطعا میگم من با سیستم کنکور برای ایران موافقم به چندین دلیل. بفرمایید دلایلتون رو خیلی کوتاه لطفا. دلایلش این که اول اینکه خب اینکه کنکور یه سری مشکلات داره و هیچ سیستمی 100% نیست. خب سیستم کنکور هم همین جوریه، یعنی هیچ کسی نمیتونه بگه که سیستم کنکور حتما 100%ه. اول اینکه سیستم آموزشی ایران مشکل داره و نمره دهی تو دانشگاه ایران توی مدارس ایران اصلا عادلانه و خوب نیست و از روی سیستم نمره های دبیرستانی ما نمیتونیم، معیار مناسبی نیست. به عنوان مثال اولین سالی که سازمان سنجش ایران که فقط 15% از کنکور رو روی معدل دبیرستان میذاره، 3000 نفر معدل 20 توی کنکور اومده بودن. 3000 نفر تو دبیرستان بهشون معدل 20 داده بودن اومده بودن، همه درسشون 20 شده بودن. حالا همین 3000 نفر رو شما تصور کنید همشون هم میخوان برق شریف مثلا بیا، اینا چجوری میخوان تقسیم بندی کنن؟ با چه باز میخوان یه آزمون بذارن دیگه بین اینا.
یعنی همین الان سیستم معدل، همین الان که فقط یه درصد کمی از کنکور گذاشته معدل، داره عدم بازدهی خودش رو نشون میده. اگه بخوام موردهای دیگه خدمتتون عرض بکنم، این که بالاخره همه جای دنیا میخوان یه معیار مشترک پیدا کنن. الان آمریکا اگه تاپ دانشگاه دنیا رو داره، ما همین آمریکا میبینیم. مثلا توی مقطع تحصیلات تکمیلی امتحان GRE دارن اینا. امتحان GRE چیه؟ چند تا تست زبان، یه تعداد تست هویج، یه تعداد تست لغت زبانه. خداییش اگه بخوایم در نظر بگیریم، امتحانی که ما برگزار میکنیم به عنوان کنکور، از امتحان GRE معتبرتر و انتخاب کننده تر نیست. یا اگه من میخوام دوباره از یه مورد دیگه هم بهتون بگم، این که همش یه عده پذیرفته شده رو کنکور رو زیر سوال میبرن. خیلی واسه من جالبه، یعنی اکثر هم آدم هستن که خودشون موفق نبودن تو کنکور. من اگه بخوام دعوای کیفیت کنکور صحبت بکنم، مطمئنا 100% نیست. اینجوری نیست که حتما بهترین بیاد یا حتما یه تعدادی که خوبن هست نمیشن. ولی در کل مثلا المپیاد دانش آموزی ما در کشورمون، اونایی که نقره میگیرن، برنز میگیرن و از خودشون کنکورشون کردیت نمیشه، میان تو کنکور سرسری شرکت میکنن، بهترین رتبه رو میارن. خب حالا ببین، این سال پیش میاد احسان جان که چرا؟ یعنی ببین، به هر حال این امتحانیه که همه خیلی استرس دارن وقتی میرن و بنابراین خیلیا نمیتونن اونطوری که باید تو این امتحان نمره بیارن به خاطر شرایط خاصی که داره. تو خودت کنکور دادی و این شرایط رو گذروندی، فکر میکنی که درست هست که مثلا توی امتحان 4 ساعته با اون همه استرس دانشجویان رو ارزیابی بکنی برای ورود به دانشگاه؟ ببینید یه مشکلی وجود داره. اینکه مثلا ما بخوایم بیان آزمونا رو مثلا بکنیم 3 تا 4 تا آزمون بکنیم، قبول دارم یه آزمون میتونه اصلا یه نفر یه روز مریض باشه، حالش خوب نباشه و هزار جور مشکل دیگه. ولی در کل اولا خب این معیاری که وجود داره، الان شما میگید خب استرس، خب کسی که توی کنکور استرس میگیره تو تمام مقاطع مهم زندگیش هم استرس میگیره. در کل این آدم نمیتونه خیلی آدم موفقی باشه، خیلی جای زندگی دیگه اش. میدونی چی میگم؟ و اینکه تبدیل کردن یک کنکور به چندی تا کنکور برای من این استرس رو کمش نمی‌کنه، فقط بیشتر مدت زمانش رو بیشتر می‌کنه. مرسی احسان از اینکه روی خط بودی. سروش رو از هلند روی خط تلفن داریم. با سلام بر شما. درود به شما و آقای دکتر. من اول عرض کنم خدمت شما که من کاملا موافق هستم با آقای دکتر و مخالفم با آقای احسان. من خودم تجربه کنکور داشتم و این اصلا ربطی نداره که کسی که تو کنکور استرس داره، همه جای زندگی و همه دورای زندگیش استرس داره. شون رشته خود ما روانشناسی بوده و این که کاملا با این موضوع آشنایی کامل داریم و این اصلا ربطی نداره که چون که سر کنکور تست داشتیم، ما اتوان سر کنکور تست داشتیم، اولین بارم قبول شدیم، ولی این اصلا مربوط نمیشه که چون که حالا تمام زندگی ما استرس بشه به خاطر اینکه کنکور استرس داشتیم. این اصلا یه فرضیه غلط از این. من فقط به صحبت آقای دکتر که زیاد وقتتونم نگیرم، یه نکته کوچیک اضافه کنم که سیستم اساساً با علم مشکل داره. مسئله ما اینه، یعنی شما تو کل دوران تحصیلی اینو میبینی، تو دانشگاه اینو میبینی. یعنی اگر یکم از بیرون نگاه کنی به سیستم تحصیلی ما، شما کاملا متوجه میشید که اساسا این سیستم با علم و دانش مشکل داره. به خاطر همینه کلی سهمیه ما داریم تو دانشگاه که بسیجی هستن یا نمیدونم افرادی هستن که واقعا دنبال علم نیستن یا دانش. خب حالا این سال پیش میاد سروش جان، آیا با طرح حذف کنکور موافق هستید؟ یعنی فکر میکنید که اگه کنکور حذف بشه به طور کلی این مشکل سهمیه ها اینا حل میشه؟ یعنی کنکور بالاخره باید باشه یا نباید باشه؟ ببین بخشی حل میشه، چون هم بیشتر جای دنیا اینطوریه، اینجا هم اینطوریه، هلند هم اینطوریه. بر اساس سابقه، بر اساس نمره هایی که تو دبیرستان میگیرن، اینا لول بندی میشن، بعد رشته تعیین میکنن. هر رشته یه نمره خاص خودشو میخواد. متاسفانه یه مسئله که تو ایران هستش که من با احسان موافقم که یه دفعه 4000 نفر 3000 نفر شما میبینید که معدل 20 دارن، اینا از کجا اومده؟ اینا همه مسائلی که من قبول دارم تو ایران ما باش یعنی این ها رو داشتیم که توی جای دنیا همچین چیزی شما مسلمه. خب ولی به هر حال فکر میکنی حذف کنکور گزینه مناسب تریه تا اینکه کنکور باشه؟ یعنی فکر میکنی که گزینش دانشجو بر اساس نمراتش و سوابق تحصیلش گزینه مناسب تر و عادلانه تری میتونه باشه؟ دقیقاً. من عرض کردم که اول صحبت بله. که با آقای دکتر کاملا موافقم، فقط یه چیزی که من اضافه کردم فقط این که سیستم اساساً با علم مشکل داره. به نظر من فقط مسئله همینه، وگرنه خیلی راحت میتونن راهکارهای درست انجام بدن، خیلی راحت میتونن برنامه‌ریزی کنن، خیلی یعنی به نظر من ساده‌ترین
نوع برنامه‌ریزی تحصیلی، اگر واقعا بخوان که تو اون کشور علم بیاد، تو اون کشور دانش بیاد، تو اون کشور ما می‌بینیم کتابای علمی که اسرائیلی الان ترجمه نمیشه، شاید حتی به درد مردم ما بخوره. الان دقیقاً اساتید دانشگاهی رو میدونن کتابایی که داره تدریس میشه خیلی قدیمیه، علم خیلی قدیمیه. چرا؟ خب به خاطر اینکه اساساً با علم مشکل دارن. مرسی سروشان از اینکه روی خط بودی و نظرت رو با ما در میون گذاشتی. آقای دانیال رو هم از کانادا صحبت‌هاشون رو بشنویم در اینجا. با سلام بر شما. با درود بر شما ساره خانم و مهمون گرامیتون. عرضم بزرگتون که مسئله توجه میکنید وقتی که تبعیض باشه، چه کنکور باشه چه کنکور نباشه، میتونه این تبعیض جای اصلی بچه های باهوش رو بگیره. متاسفانه مسلمه که حذف کنکور یه گزینه خوبیه، ولی اگر کنکور برداشته بشه و دانشگاه ها و مدارس عالی به صورت یه مؤسسه های در بیاد که با ضوابط خاص و تفتیش عقاید و این حرفا انتخاب کنن، گزینش کنن، مسلماً ضررش یکسان خواهد بود. اینکه من اگر اجازه بدید یه تجربه کوتاهی رو در ارتباط با هلند زمانی که اونجا کار میکردم براتون بازگو کنم. خواهش میکنم، خیلی کوتاه اگه بفرمایید. عرض میکنم که خوشبختانه مثلا مخصوصا بچه های ایرانی خاطر خلاقیتشون، پشتکارشون، علاقه های دانشیشون، عشق به کارشون، نگاه میکنید که بهترین ها هستن تو دانشگاه. من خاطرم هست که به واسطه اینکه مشاور بودم و مسئول بخش گزینش ارائه‌سی هلند بودم، ما بچه ها رو انتخاب میکردیم به واسطه اینی که بهتر بودن و بعضی موقعا تا اندازه یه مقدار تبعیض قائل می شدیم. تبعیض فقط به خاطر این که مثلا اگر یه کالجی شاگرداش بیشتر از مراکش بودن یا کشورهای عربی بودن، ترجیح می دادیم که یه استاد از اون کشورها باشن که غیر از این که بتونه کارشون رو بهتر انجام بدن، یه الگویی باشن برای بچه های اون دانشگاه. ولی متاسفانه تو ایران این رو نمی بینیم. میگم که تبعیض متاسفانه اونجا تفتیش عقاید همه چیز رو تحت سلطه خودش گرفته. خیلی ممنون آقای دانیال از اینکه روی خط تلفن بودید. آقای پیوندی برمیگردیم با شما. خب صحبت از اینه که به هر حال کنکور خوبه، یعنی عادلانه است و یا نه، و در صورت حذفش چه مشکلاتی میتونه پیش بیاد، صحبت های دوستان رو شنیدید، نظر شما چیه در این مورد؟ ببینید از اولی که در حقیقت کنکور به وجود اومد، یکی از با وجود همه معایبی که داشت، ولی یکی از امتیازاتی که باعث میشد جامعه به هر حال بهش زیاد ایراد نگیره و به نوعی بپذیره و اونو به عنوان یه راه حل عادلانه به خصوص قبول بکنه، این بود که کنکور چون به صورت ناشناس انجام میشد و تصحیحش هم به صورت کامپیوتری انجام میشد، هیچ دخالت و تبعیض خاصی درش وجود نداشت و بر اساس همون نتایجی که دانش آموز به دست آورده بود در واقع ارزشیابی میشد یا طبقه رده بندی میشد. و این ناشناس بودن کنکور و عدم امکان دخالت درش، حتی اگر به طور کامل درست نباشه به خصوص در دوره‌های اخیر، ولی به هر حال یک نوعی در واقع اعتماد به وجود میورد به این امتحان. مشکلی که الان برای حذف این شکل از کنکور وجود داره، برای جایگزین کردنش با اشکال دیگر، اینه که نگرانی وجود داره که با افرادی که دارای نفوذ زیادتر هستن میتونن اعمال نفوذ بکنن، میتونن در واقع به قول ایرونیا پارتی بازی بکنن. خب اینها میتونن خیلی راحت نمره بخرن، نمره بچه‌هاشون رو ببرن بالاتر، یا برن به مراکز آموزشی که نمرات رو در واقع بالاتر میدن و یه نوعی یه شکل دیگه ای از در واقع مشکل به وجود بیاد. برای همین هم هست که ما در حقیقت در ایران یه مسئله‌ای که داریم اینه که یه جامعه کاملا در واقع جامعه نداریم که درش اعتماد به نهادهای عمومی مثل آموزش اینا انقدر زیاد باشه که شکلی که به فرض وزارت علوم انتخاب میکنه یا وزارت آموزش و پرورش انتخاب میکنه مورد پذیرش همه قرار بگیره. اینقدر بی‌اطمینانی و عدم اعتماد وجود داره و درست هم هست، یعنی این بی‌اعتمادی و عدم اعتماد من نمیگم بی‌پایه است، ولی خب وقتی که در عمومی الان وجود داره یه مشکلی که وجود داره اینه که راه حلایی هم که ارائه میدیم نمیتونن جدا از این عدم اعتماد و این سوءظن‌هایی که نسبت به این مسائل وجود داره باشه. من فقط اینجا یه اشاره بکنم که ما در حقیقت به خاطر
متعادل شدن عرضه و تقاضا امروز در ایران با مسئله کنکور به مانند گذشته مواجه نیستیم. امروز مسئله اساسی اینه در ایران که باید به کدوم رشته رفت و در چه دانشگاه، یعنی این دوتا مسئله شده، نه ورود به دانشگاه. یه زمانی مسئله فقط ورود به دانشگاه بود، امروز مسئله فقط ورود به دانشگاه نیست، امروز مسئله اینه که ما در چه رشته های قبول بشیم، در بهترین رشته ها قبول بشیم و بعد در دانشگاه های خوب قبول بشیم، چون همه دانشگاه ما همسط نیستن و همه رشته ها در جامعه یک ارزش ندارن. مشکل امروز اینه که ما باید راه حلی پیدا بکنیم برای این انتخاب و من فکر میکنم که راه حل معدل و راه حل مصاحبه و راه حل این که ما بتونیم به طور مشخص و رو در رو با یه دانشجو مواجه بشیم ببینیم که چرا میخواد این رشته را بخونه، راه حلایی هم که میتونن راه حلای جایگزینی خوبی باشن. بله، اجازه بدین یه سر دیگه بزنیم به فضای مجازی ببینیم چه نظرات دیگه دریافت کردیم. روزی تا دیگه چی داری برای ما؟ نظرات خیلی متفاوتی واقعیت دریافت کردیم و خیلی از بیننده هامونم همونطور که آقای دکتر سعید پیوندی مطرح کردن همین مشکلات رو توی فیسبوکمون برای ما به سبک دیگه ای نوشتن. سارا، این قسمت رو با نظراتی که بیننده های برنامه روی خط در فیسبوک گذاشتن شروع میکنیم. در رابطه با یکی از سوالاتی که آیا با حذف کنکور موافق یا مخالف، شقایق نوشته به نظر من حذف کنکور گزینه خوبیه، ولی وقتی که توی مملکت پارتی بازی باشه نمره واقعی خود فرد دیگه اهمیتی نداره. ولی امیر معتقده حذف کنکور چیزی رو درست نمیکنه، یا اگر هم اتفاق بیفته هر دانشگاهی یه آزمون ورودی میذاره که بدتر از اونه. از اون گذشته معدل تیزهوشان چون درسشون سختره، پایینتره از بچه‌های مدارس دولتی و این خودش مشکل دیگه‌ای رو ایجاد می‌کنه. امیر در ادامه گفته که هرچند اینجا ورود به دانشگاه هفخوان رستمه، بیرون اومدن از دانشگاه برعکس همه جای دنیاست. و محسن میگه به نظر من با توجه به کشونده شدن داوطلبان به پشت در کارشناسی ارشد، برداشتن کنکور در مقطع کارشناسی تغییر خاصی رو ایجاد نمی‌کنه. توی هر شهری دانشگاه آزاد دانشجوی بدون کنکور میگیره، فقط کافی از جلوی دانشگاه آزاد رد بشی مسئولین دستت رو میکشن و میبرن توی دانشگاه. اگر سیستمی بود که دانش آموز پس از اخذ دیپلم امتحان ورودی دانشگاه مورد نظر خودش رو بده و بعد پذیرفته بشه، اینطور خیلی بهتره. و دیگه کنکور به یکی از بزرگترین بحران‌های دوره جوانی برای بچه‌های ایرانی تبدیل نمیشه. امیر در ادامه گفته متاسفانه بار روانی و فشارهای خانواده ها به خاطر کنکور روی بچه ها اینقدر زیاده که ما هر ساله بعد از اعلام نتایج کنکور شاهد این هستیم که چند نفر به خاطر عدم قبولی دچار مشکلات جدی و یا حتی بعضی از اونها دست به خودکشی میزنن. برخی از بیننده های برنامه به مسئله سهمیه بندی اشاره کردند. مثلا خسی از خاشاک نوشته یکی از اقوام ما در کنکور سراسری حدود 5 یا 6 سال پیش رتبه بین 25 هزار تقریبا 25 هزار شد رتبش. ایشون با استفاده از سهمیه‌ای که نمیدونم مربوط به چی میشد رتبه‌اش در سهمیه شد 200 و وارد یکی از دانشگاه‌های خیلی معتبر تهران شد. این در حالیه که من با رتبه 9000 شانس قبولی در هیچ یک از دانشگاه‌های معتبر رو نداشتم. و بعضی از بیننده ها هم راهکارهایی رو پیشنهاد کردن. مثلا مهیار نظرش این بوده که در مورد بهتر شدن روش های ورود به دانشگاه میگه روش آزمون کنکور باید از بارکشی محفوظات و سرعت انتقال خارج بشه و روشی بهتر برای استعدادیابی ابدا بشه و کلن برای برخی از دانشگاه های سطح بالا چند مرحله آزمون بذارن و صرفاً به کنکور اکتفا نکنن و برای دانشگاه های رده دوم و سوم کلن کنکور رو حذف کنن. علی هم میگه به جای کنکور باید سوابق تحصیل قید بشه و همچنین سوابق حضور در مسابقه های علمی، فعالیت های علمی و فاکتورهای شبیه به این. و مجید هم با مهیار موافقه و در مورد سوابق تحصیلی اون هم موافقتش رو اعلام کرده و میگه که ملاک قاطعی نمیتونه باشه چون سطح علمی مدارس متفاوته. به نظر مجید ملاک میتونه ترکیبی از سطح علمی و کنکور باشه، نه به شکل کنونی که درصد کمی از سطح علمی مؤثره. آره، اینم نکته جالبی بود روزی تا که باید سطح علمی هم خب در مدارس به هر حال فرق میکنه و استانداردی هم وجود به خاطر اینکه بعضی از مدارس مربوط میشه، مثلا مدارسی که همونطور که یکی از بیننده‌هامون اشاره کرده بود خب درسشون سخت‌تره، اساتید
اشاره کرده بودن. درسته، شرایط خیلی مختلفی وجود داره. مرسی روزیتا، برمیگردیم با تو. در اینجا چند تا تلفن بگیریم. عرفان رو از تهران روی خط تلفن داریم. با سلام بر شما. الو. بله بفرمایید، نظر شما در مورد کنکور چیه؟ باید حذف بشه یا باید باشه؟ با درود خدمت شما، من نیما هستم، اشتباه عرفان. من نیما هستم از تهران. خواهش میکنم، به نظر من کنکور نمیذاره در خیلی از مواقع محصل به رشته مورد علاقش برسه. من خودم علاقم هنر بود، مثلا به خاطر هنر و نقاش بودن همتون به اون ازدواج کردم و اصلا علاقه ذاتی هنره، ولی در کنکور به خاطر اجبار بستگان و اولویت بندی کنکور مجبورم روانشناسی انتخاب کنم. ولی اون که فارغ التحصیل شدم به مشکلات زیادی برخوردم. الان که مشغول کارم ماه به ماه بیش از یک دو تا مشتری بیشتر ندارم، در حالی که مشکلم از محل کارم نیست. در ساختمان پزشکان که من مشغولم، خواهش من در ساختمان پزشکان که من مشغولم دکترای هستن که واقعا زیاد، یعنی بله بله. پس شما به مسئله اشتغال اشاره کردید، خیلی ممنون. آقای شاهرخ رو از تگزاس روی خط تلفن داریم. با سلام بر شما. درود به جناب علی، تمام مهمانان برنامه، عزیزانی که برنامه رو دارن میشنون یا میبینن. ببینید خانم، من مسئله من حسب کنکور دردی رو دوا نمیکنه. سیستم آموزشی ما در ایران کلن از پایه باید در اون انقلابی درش به وجود بیاد که این حسب کنکور یا نه حسب کنکور تأثیر رو اوش نذاره. حسب کنکور یه مقدار کمک میکنه، ولی چون که سیستم آموزشی ما در ایران دچار یک بیماری هست، دچار یک سرطان هست، ما فرض میکنیم در مقطع دکترا به اندازه کافی اساتید رو نداریم. کتابهای ما بسیار بسیار قدیمی هستن و اینها بودجه ندارن که بتونن این کتابها رو عوض تعویض کنن و متاسفانه تنها ظلمی که میشه به تمام کسانی هست که میتونن در دانشگاه دانشجوهای خوبی باشن و به کشورشون و آینده کشورشون کمک کنن که جلو اونها گرفته میشه. شما چه راه حلی پیشنهاد میکنید در شرایط کنونی؟ خانم، در شرایط کنونی باید انقلاب سیستم آموزشی در ایران به وجود بیاد. بله خیلی ممنون، خیلی ممنون از نظرتون. آقای پیوندی، نظر شما در این مورد چیز؟ شما چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟ یعنی واقعا این تحول رو در سیستم آموزشی چطور میشه ایجاد کرد؟ تحول به هر حال در نظام آموزشی یک مسئله است، انتخاب یه شکلی برای ورود به دانشگاه یک مسئله دیگه است، هر چند که اینا را به طور مسئولی هم نمیشه از هم جدا کرد. یعنی ما باید نگاه بکنیم ببینیم که برای چی بچه های ما میرن به دبیرستان، به راهنمایی، و آیا هدفشون فقط به دانشگاه رفتن یا یه دیگه اگه به دانشگاه را پیدا نکنن چه خواهد شد؟ ببینید اینا مسائل ساده ای نیست بهش جواب دادن، به این جهت که اساساً برای مثال اگه بیایم کشورهای دیگه‌ای که مشکل عرضه و تقاضا در زمینه آموزش عالی ندارن نگاه بکنیم، می‌بینیم که در اونجا هم یه نوع رقابت برای ورود به دانشگاه وجود داره، ولی این رقابت تأثیر منفی رو کل نظام آموزشی یعنی پیش از دانشگاه نمیذاره. و به هر حال من فکر کنم تو ایران ما به این سمت خواهیم رفت. منتها تو ایران یه سری مشکلاتی هست که یه دم بهش اشاره کردن از بینندگان شما که از این نظر اونا قابل مقایسه با دنیا بعضی موقعا نمیکنه. مثلا همین مسئله سهمیه ها یا عدم اعتمادی که به در واقع برگزاری آزمون وجود داره و به سلامت یک آزمون. شما نگاه کنید ببینید در 5-6 سال گذشته ما چقدر اعتراض داشتیم به آزمون هایی که در ایران برگزار شده به خاطر تقلب، فروش سوال یا انواع اعمال نظرهای دیگه ای که میشه. اینه که مشکلات ایران یه مدار خودویژه است، یعنی مشکلات یک کشوریه که ضمن اینی که این مسئله رو مثل همه جای دنیا داره یا کم و بیش داره، ولی همزمان یه چیزهای خودشو داره که همین باعث میشه که مسئله بغرنجتر از این بشه که ما فقط فکر کنیم راه حل این یا اونه. ولی اگه برگردیم به مسئله خود کنکور، به نظرم باید یه ترکیبی از روش‌ها به وجود بیاد برای اینی که ما بتونیم یه تعادل به وجود بیاریم. این ترکیب میتونه ترکیبی باشه از آزمون‌های خاصی که در دوره دبیرستان انجام میشه برای در واقع ورود به دانشگاه از سال اول دبیرستان، معدل دبیرستان و به خصوص مصاحبه حضوری با دانش آموز برای اینکه
بتونه یک هیئت داوران پی ببره به انگیزه های یک دانش آموز برای رفتن به یک رشته یا انتخاب یک رشته. اینها روش هایی هستند که میتونن به طور ترکیبی ازشون استفاده بشه برای اینکه ما بتونیم به تدریج برسیم به یه روش مطلوبی که جامعه هم بپذیره و نظام آموزشی هم به خاطرش عواقب منفی نداشته باشه. اجازه بدید صحبت های خانم فرانک رو که روی خط تلفن هستن بشنویم. با سلام بر شما. دوست بر شما و مهمان گرامی و بینندگان و شنوندگان احتمالی. خانم فرانک نظر شما چیه؟ بله بله، امیدوارم مطلب من جدید باشه چون من متاسفانه بیر رسیدم و الان با تلویزیون شکر خیلی موضوع مهمیه برای من. ببینید موضوعی که الان فقط مطلبی که بعد شروع کنم این هستش که اگه شرط معدل رو مثلا تو دبیرستان بخوام بذارن کنکور رو حذف کنن که من کارشناس نیستم نمیدونم چی دیدیم که مشکل هست. این مسئله معدل هم خیلی مسئله است. برای اینکه راستش رو بخوایم ما تو دوره دبیرستان به هیچ عنوان، یعنی با احترام تمام به تمام دبیرا و آموزگاران مقطع دبیرستان، ولی مسئله داریم اینجا. من خودم چون فرزند خودم خیلی مسئله داشت تو دوره دبیرستانش، رشته ریاضی فیزیک بود. ببینید یه روز قیف بود، قیر نبود، قیر بود، قیف نبود. دائم همش مسئله ما این بود. یه مدرسه غیر انتفاعی و مدرسه رو تعطیل می‌کردن چرا؟ چون معلم شیمی نبود. بعد آخر سال، یعنی واقعا باور کنیم بچه‌ها، من تو دوره دبیرستان اگه از 9 ماه در طی 3 سالش میگم ها 9 ماه دبیر درستان شاید بگم 3 ماهش رو رفتن و دائم هم همه طلبکار بودن و و بهشون میگفتم این درس بخون. این مسئله بود که من کلا داشتم فکر میکنم مسئله خیلی ها هستش. حالا احتمالا معلمان به خاطر گرفتاری هاشون نمیتونستن، من نمیدونم مسئله شون، ولی این نقطه ضعف اساسیه که خب بچه ها، بچه من که توی برای رسیدن به مقطع دبیرستان جزء کسایی بود که میتونست به مدارس تیز فوشا بره برای اینکه تستایی بود که خودم برای خودش علاقه داشت که امتحان بده، تو مقطع دبیرستان آنچنان افت تحصیل پیدا کرد. همون بچه‌ای که ریاضی توی آزمون نفر 15 تو استان تهران شده بود سالها قبل، حالا به مسئله برخورد. خانم فرانک خیلی ممنون از تماستون. آقای پیوندی نظر شما چیه در این مورد؟ حدود 2 دقیقه فرصت داریم، اگه لطف کنید یه جنبندی کوتاه بفرمایید از صحبت‌های دوستان و صحبتایی که کردین. من اگه بخوام یه جنبندی کوتاه بکنم میتونم بگم که راه حل خیلی خوب متاسفانه در شرایط ایران وجود نداره، بنابراین ما از بین راه حل‌های بد باید اون انتخاب کنیم که کمتر از همه بده فعلا، یعنی باید دلمون رو بیشتر به این خوش کنیم. و برای همینم من همونجوری که گفتم فکر میکنم که هر کدوم از راه حل‌ها رو به تنهایی اگه بگیریم داره یک سری مشکله. من فکر میکنم باید به طرف آزمونی بریم که نه معلومات مشخص بلکه توانایی یک دانش آموز رو در برخورد به مسائل، در حل مسائل یا در تشخیص مسائل بیشتر نشونه بگیره تا اینکه دونستن یک اطلاعی مشخص. دوم اینه که ما باید دوره دبیرستانی رو حتما در نظر بگیریم، منتها باید میزان و وزنش رو ببینیم. سوم اینه که اساسا ما باید بریم در نظامی که بتونیم بین دانشگاه و دانشجوی آیندهش یک نوع دیالوگ و اینو گفتگو برقرار بشه به طور مستقیم. به این سمت اگر بریم میتونیم اوایلش خیلی مشکل داشته باشیم، ولی در زمان و در آینده و به خصوص با متعادل شدن میزان عرضه و تقاضا، من فکر میکنم که مسئله کنکور به شکل کنونیش به طور کامل حل میشه. هرچند که مسئله کنکور در مقطع ورود به دانشگاه الان تبدیل رفته به مقطع کارشناسی ارشد، اگه همین امسال ما 940 هزار شرکت کننده برای کارشناسی ارشد داشتیم، یعنی 10 برابر 8-9 سال پیش. این در واقع اتفاقی که داره در دانشگاه ها و در جامعه ایران میفته. بله خیلی ممنون از حضورتون در برنامه روی خط، دکتر سعید پیوندی استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل آموزشی. خیلی ممنون. خیلی بله. و اما به سراغ چند تا از همکارامون رفتیم تا ببینیم اونا چه خاطره از کنکور دارن. پاسخهای جالبی هم گرفتیم که در اینجا چند تاشو با هم میشنویم. من خاطرم اینه که اصلا داشتم از کنکور جا میموندم، شانس آوردم که دایمینا اومده بودن خونمون، زندایین بلندم که گفت بدو برو کنکور خلاصه، ولی بالاخره قبول شدم، ولی اون رشته‌ای که میخواستم نبود. من صبح رفتم کنکور ریاضی دادم که خب برای اون خیلی بیشتر درس خونده بودم. بعد از ظهر یادمه رفتیم خونه یکی از دوستامون، ظهر نهار خوردیم، بعد یه چرت هم زدم. بعد از ظهر رفتم کنکور هنر دادم که
اصلا اون کنکور رتبه هم خیلی خوب شد و بعد رفتم دانشگاه هنر. ولی یادم اون کنکور هنر رو دیر رسیدم سر جلسه‌ش، یه ذره خوابیده بودم زور بعد از نهار، بعد رفتم کنکور دادم. خاطره خودم میخوایم مال عهد شاوز و زکه، ولی برات میگم خاطره من خاطره کنکور سال 58. خیلی کنکور خوبی بود بعد از اینکه خب انقلاب تازه پیروز شده بود و مردم همه اون موقع خوشحال بودن. ما هم واقعا بر اساس درسی که خونده بودیم همه ارزشیابی شدن و پذیرفته شدن. منم پزشکی دانشگاه تهران. خاطره کنکور بچه‌ام دیگه مربوط به سال 79-80 ایناست که هم تعداد شرکت کننده ها خیلی زیاد بود، همین که خب شرایط خیلی سخت شد و سهمیه های متفاوتی هست. البته قبول می شدن تعداد زیادی، اما فشار روانی در دوره‌ای که کنکور بچه های من بود دیگه خیلی شدیدتر از اینه که واقعا فقط بخوای درس بخونه. دیگه رقابت شکل رقابت درسی رو نداشت و به عنوان اینکه ارزش یه بچه چقدر تو خانواده ها مطرح می شد و امیدوارم که این مسئله حل بشه. حالا برعکس آمریکا، من تو ایران اصلا درس خون نبودم، یعنی انگیزه خب مسائل دیگه‌ای داشتم، درس ذهنم بود، برای همین امتحان دادم، منتظر جواب نشدم، از ایران خارج شدم. من دو تا خاطره دارم، بخاطر اینکه دو بار کنکور دادم برای دو تا دانشگاه و موفقم بودم. اما توی ایران برای پسرها دو تا چیز خیلی مهمه که سربازیشونه که کنکورشونه که بتونم تو مرحله بزرگ زندگیش. من هر دو تا رو انجام دادم به جز سربازی البته، ولی خب چه فایده دیگه، اینجا اومدم و اینجا مجددا باید درس بخونم و کنکوری که این همه زحمت کشیده موهامون سفید شد دیگه بی فایده است. خاطره خب جدای از اون ساعت‌های زیادی که باید درس می‌خوندیم این بود که من به خاطر اینکه کسی نیاد توی اتاق هم موقعی که دارم درس می‌خونم، رفته بودم یه دونه چراغ راهنمای رانندگی خودم درست کرده بودم. از اون موقع هم دوست داشتم این چیزا رو و سبز و قرمز داشت. اگه این چراغ سبز بود همه می‌تونستن بیان تو اتاقم، اگه چراغ قرمز بود کسی اجازه نداشت بیاد تو اتاقم چون داشتم درس می‌خونم، چون همه می‌دونن که کنکور بعد مثلا 10 15 ساعت بعضی موقع در روز درس می‌خونیم، مخصوصا اون ماه‌های آخر. خاطره که واقعا یادم اینه که من اون چراغ رو میذاشتم روی قرمز که دیگه یعنی اون درس خوندن روز شروع شده و سبز که میکردم یعنی دیگه تموم شد دیگه. روز تا خاطره حامد خیلی بامزه بود، مثل که یه دونه از اون چراغا ما هم نیاز داریم گاهی اوقات، وقتی که آره خیلی مشغولی باید از اون استفاده کنیم. خب دیگه چه نظراتی گرفتی؟ نظرات خیلی مختلفی طبق روال برنامه‌مون. امروز بیشتر به خاطر اینکه ما هی سوالای فیسبوک رو عوض می‌کردیم و خب نظرات مختلفی در مورد اون سوالا میومد. و نظر بعدی رو که من یعنی سوال بعدی رو که مطرح کردم در مورد این بود که آیا کنکور عادلانه است یا خیر، که بیشتر نظرها دال بر ناعادلانه بودن کنکور بوده و مریم میگه تو کشوری که به راحتی همه چیز عوض میشه چه عادلانه چی عادلانه است که این باشه، و رضا هم نوشته عادلانه است ولی به قول معروف برعکسه، در ایران به جای اینکه کنکور و رفتن به دانشگاه آسون باشه ولی به جاش بیرون اومدن سخت باشه برعکسه و بیرون اومدن مثل آب خوردنه. متین بیننده دیگه برنامه روی خط نوشته هرگز عادلانه نیست، وگرنه من با 74% زبان تخصصی توی کنکور جام توی دانشگاه آزاد نبود. چرا؟ چون درصد معارفم پایین بود. اگه کنکور زبانه و مهم زبان انگلیسی باید باشه، پس معارف اینجا چه نقشی داره؟ و آرش هم نوشته هرگز عادلانه نبوده، چون تا وقتی که میشه با پارتی بازی وارد دانشگاه شد کنکور معنایی نخواهد داشت. مثلا کشور ترکیه رو مثال زده و گفته در اونجا برای ورود به دانشگاه متقاضیان امتحان ریاضی و تست هوش میدن تا IQ افراد مشخص بشه و در درجه دوم سطح علمی افراد رو در نظر میگیرن، و الان بیشتر افرادی که از دانشگاه‌های ایران فارغ التحصیل میشن چیزی بلد نیستن و فقط مدرک میگیرن. و ما خیلی حالا البته نمیشه گفت بیشتر کسایی که از دانشگاه میان بیرون، اینم یکم اغراق‌آمیزه البته. دقیقاً اینم یه تعدادی از نظرات درست بود که من مطرح درسته کردم. خیلی ممنون روزیتا. و اما موضوع برنامه فردا شب روی خط، فردا شب همراه با دکتر مهرداد مشایخی استاد جامعه شناسی در دانشگاه جورج‌تاون در مورد رابطه مردم و دولت صحبت خواهیم کرد. به نظر شما در شرایط ایده‌آل رابطه مردم و دولت چگونه است؟ در شرایط امروز ایران چطور؟ در شرایط کنونی چه باید کرد؟ آیا باید کنار نشست و تماشاچی بود یا باید کماکان بر مطالبات خود پافشاری کرد؟ فردا شب روی خط بیان و نظرتون رو در این مورد با ما در میون بذارید. روزیتا راه‌های تماس رو با شما مرور می‌کنه. روزیتا
شما میتونید با شماره پیامگیر برنامه یعنی 202-205-9942 داخلی 92 تماس بگیرید و پیام خودتون رو کمتر از یک دقیقه برای ما بذارید. همچنین میتونید از طریق وبلاگ برنامه روی khat.blogspot.com و ایمیل برنامه روی خط roykhat@voanews.com و فیسبوک برنامه facebook.com/voatalk نظراتتون رو با ما در میون بذارید. ما منتظر نظرات شما هستیم. ممنون روزیتا. من هم همراه با روزیتا از شما خداحافظی میکنم. ممنونم از همراهی شما تا این ساعت. شبتون خوش.